درود به شما شنوندگان عزیز. شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید. در این قسمت برنامه پیغام روز پخش خواهد شد. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید. در برنامه امروز شبان پاول شرودر درباره شام خداوند با ما صحبت میکنه و اینکه شام آخر در اناجیل به چه معناست. به پیام امروز با هم گوش میکنیم. همه یک غذای خوب رو دوست دارن. ما میدونیم گرسنگی چیه و وقتی شکممون صدای قرقرش در میاد چه حالی داریم. و یا حتی بدتر از اون، افرادی توی دنیا هستند که غذای کافی ندارن و واقعا از گرسنگی رنج میبرند و ما دعا میکنیم که خدا برای اونها کمک بیاره و اونها رو نجات بده. راستش من و همسرم به مردم در نقاط مختلف دنیا که دوچار سوء تغذیه هستند یا پول کافی برای خرید غذا و پوشاک ندارند و یا دولت‌های سرکوبگری دارند کمک‌های مالی میکنیم تا سهمی در برآورده شدن نیازهاشون و کمک به اونها داشته باشیم. این افراد حتی برای غذاهای اصلی و ساده خیلی قدرشناس هستند. پس وقتی یکی از این افراد یه وعده غذای عالی میخوره و احساس میکنه حسابی سیر شده، میفهمه که کاملاً و به فراوانی برکت یافته. ما امروز در مورد سه غذا صحبت خواهیم کرد. این سه غذا عبارتند از غذای فسح و واقعی خاصی که به اون شام آخر میگیم و بالاخره ضیافت آسمانی که در کتاب مکاشفه شرح داده شده. با غذای فسح شروع می کنیم. فسح غذایی بود که جهت بزرگداشت خاطره رهایی یهودیان باستان از دست مصریان باستانی خورده می شد. حالا چرا میگم یهودیان باستان و مصریان باستانی؟ به این دلیل که حالا در عیسی مسیح هیچ خصومتی بین ملت ها نیست. نباید هیچ دشمنی بین یهودیان و غیر یهودیان، خواه مصری یا از اهالی آمریکای شمالی یا اروپایی یا هر ملتی وجود داشته باشه. حالا در کلیسای عیسی مسیح باید هماهنگی و اتحاد وجود داشته باشه. اما در زمانهای قدیم در دوره فرعون قوم یهود باستانی سرکوب می شدند. خداوند رنجهای اونها و بردگی اونها در مصر رو دید و تصمیم گرفت اونها رو آزاد کنه. خدا همیشه نسبت به ستم دیدگان رعوف و مهربان بوده. نسبت به نیازمندان، نسبت به بیوه ها و یتیمان، نسبت به کسانی که اسیر و مورد ظلم هستند همیشه رأفت داشته. پس از طریق موسی و سخنگوی او هارون بلایی بر مصر و مصریان نازل کرد. اوج این بلایا و آخرینشان عبور فرشته مرگ از روی مصر بود که نخست‌زادگان ذکور مصریان و نخست‌زادگان گله‌های اونها رو زد و هلاک کرد. حالا این داوری وحشتناکی بود. یک ادعانامه علیه فرعون و مردم مصر بود که اجازه نمیداد یهودیان آزاد بشن و برای پرستش خداشون به بیابان برن. شامی که اون شب خورده شد، شام فسح، باید با عجله و شتاب خورده میشد. قوم یهود باید لباس پوشیده و آماده این شام رو میخوردن. اونها باید کفش میپوشیدن و سر پا این غذا رو میخوردن. اونها باید از هر لحاظ واقعیت اون لحظات مصریان رو به یاد میآوردن که از هر سو با وحشت مرگ فرزندانشون احاطه شده بودن و هر لحظه ممکن بود مجبور بشن یهودیان رو صدا کنن و فریاد بزنن از اینجا برید بیرون، دور شید، از این سرزمین برید بیرون. و یهودیان باید آماده بودن تا به موقع و سریعاً بیرون برن. در کوه سینا وقتی خدا 10 فرمان رو به همراه قوانین دیگری از طریق موسی به مردم ابلاغ کرد، یکی از سری قوانینی که به مردم داد در رابطه با آیین‌ها، مراسم، جشن‌ها و پرستش‌ها بود. در بین این قوانین فرمانی بود که طبق اون یهودیان باید هر ساله به یادبود شام فسح اون رو جشن می‌گرفتن و گرامی می‌داشتن. پس این یک چیز مداوم بود. دلیل اهمیت شام فسح این بود که عیسی و شاگردان هم اون رو به جا می آوردن چون اونها هم یهودی بودن. این شام به لحاظ یادآوری رهایی قوم خدا از مصر حائز اهمیت بود.
وقتی زمان مصلوب شدن عیسی فرا رسید، عیسی و شاگردانش شام فصح رو برگزار کردند و این یک شام کاملا منحصر به فرد بود. شامی بود که نظیرش قبلا به جا آورده نشده بود و هرگز نظیرش هم نخواهد بود. از این رو به این شام شام آخر گفته میشه. دلیلی که به این شام شام آخر گفته میشه و میتونید اونو به غیر از جاهای دیگه در عهد جدید در لوقا 22 هم ببینید، دلیلی که به این شام آخر گفته شده اینه که این آخرین غذایی بود که عیسی قبل از مصلوب شدن با شاگردانش خورد. حالا میدونیم که بعد از قیامش از مردگان عیسی با شاگردان غذا خورد و یکی از معروفترین اونها در ساحل دریای جلیل بود که شاگردان رو صدا کرد و ماهی رو که کباب کرده بود با اونا قسمت کرد. این هم غذایی کاملا حیرت انگیز بود. به هر حال آخرین وعده غذا قبل از مصلوب شدنش در بالاخانه با شاگردان به شام آخر معروفه. این شام فصحی بود که عیسی با شاگردانش اون رو برگزار کرده بود. دلیلی که چرا اون یک روز قبل و به جای عصر جمعه ابتدای سبت در عصر پنجشنبه برگزار شد این بود که روز بعد، یعنی روز جمعه، عیسی قرار بود بر صلیب کشته بشه و اهمیتش از این جهته که عیسی شام فصح رو بر می‌داره و به جای اون شام خودش، یعنی شام آخر رو قرار میده. اون چند چیز فوق‌العاده عمیق میگه. در آیه 17 از لوقا باب 22 او پیاله شراب به دست میگیره و پس از شکرگزاری میگه این را بگیرید و در میان خود تقسیم کنید. او میگه چون به شما میگویم از این لحظه تا آن زمان که پادشاهی خدا فرا رسد من دیگر شراب نخواهم خورد. و بعد چیزهایی رو میگه که امروز ما هم موقع تقدیس کردن نان و شراب در مراسم شام خداوند یا عشاء ربانی تکرار میکنیم. او میگه این بدن من است که برای شما تسلیم میشود. این کار را به یادبود من انجام دهید. به این ترتیب بعد از شام، یعنی بعد از غذای بره که عیسی و شاگردان با هم خوردن، پیاله ای را به آنان داد و فرمود با خون خود که برای شما ریخته میشود پیمان تازه‌ای بستم و این پیاله نشانه آن است. اینها در شام فصح چیزهای بی سابقه ای بودند. عیسی با اقتدارش به عنوان پسر خدا حالا داشت این مراسم رو تبدیل به شام خودش، یعنی شام خداوند می کرد. بعد از این دیگه این شام نه به یاد بوده رهایی و خروج قوم یهود از مصر، بلکه به یاد بوده عیسی که ما را از بردگی و اسارت دشمنمان شیطان، گناه و مرگ آزاد کرد برگزار می کنیم. این چیزیه که ما مسیحیان به عنوان شام خداوند یا عشاء ربانی می شناسیم و به طور منظم این شام رو برگزار می کنیم. اگه بتونیم هر هفته این شام رو دریافت می کنیم. گاهی بعضی از مسیحیان اون رو دو هفته یک بار دریافت می کنن. برنامه مشخصی برای این وجود نداره. اما به نظر می رسه مسیحیان این شام رو اغلب برای یادبود خداوند دریافت می کنند. این مهمه که بدونیم با شرکت در این شام ما عملا خودمون رو با اون واقعه مرتبط می کنیم. یهودیان باستان بر این باور بودند که با اجرای سالانه مراسم شام فصح با نیاکان خود که در رویداد اون شب این شام رو خوردن به هم پیوند می شدن. و به همون ترتیب ما هم خودمون رو با قربانی شدن عیسی با برکت مرگ او بر صلیب به خاطر ما پیوند می دیم. این مهمه. افرادی که به این برنامه گوش می کنن بدونن که مرگ عیسی به خاطر ضعف و نشانه ناتوانی او نبود. این استدلال بسیار غلطیه که فکر کنیم دشمنان عیسی تونستن او رو مغلوب کنن و یا اینکه او ضعف خودش رو نشون داد که اجازه داد انسانها او رو بکشن و این به هیچ وجه با پسر خدا بودن او تناسبی نداره. مطلقاً اینطور نیست. عیسی خودش بارها بر این واقعیت اشاره کرده بود که به میل خودش جانش رو فدا خواهد کرد. او میگفت هیچ محبتی بالاتر از این وجود نداره که کسی جانش رو برای دوستانش فدا کنه. ببینید این تصمیمی کاملا ارادی و آگاهانه از جانب او بود. این یک تصمیم ارادی بود که او رنج کشید و مرد تا اینکه ما را از گناهانمون نجات بده. او از موقعیت و اقتدار خود به عنوان پسر خدا استفاده کرد تا تمام تأثیرات گناه و استیلای شیطان در زندگی ما رو از بین ببره. در نتیجه این تصمیم او ما آزادی داریم. همونطور که قوم یهود از مصر آزاد شدند و
و به آینده‌ای با شکوه تحت رهبری خداوند رسیدن، حالا مسیحیان می‌فهمند که توسط عیسی مسیح ما از کنترل گناه و از سلطه شیطان در زندگی هامون و محکومیت خدا آزاد شدیم. این چیز خارق‌العاده‌ایه. باید از غذایی که خدا به ما داده قدردانی بکنیم. این غذا شام خداوند یا عشای ربانی هست. این شام یادآور آزادی ما در عیسی مسیحه. من از شما تمنا می‌کنم اگر تازه به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردید، شاید در بخشی از دنیا هستید که هنوز این امکان رو نداشتید با مسیحیان در پرستش خداوند شرکت کنید. شاید شما برای اولین بار گوش می‌کنید و ایمان میارید. این خوبه. به گوش کردن به کلام یا خواندن کلام ادامه بدید و برای اون وقت بذارید و در ایمانتون رشد کنید. اما تا جایی که میتونید زودتر به یک کلیسا ملحق بشید یا با دیگر مسیحیان دور هم جمع بشید تا بتونید هر چه زودتر شام خداوند رو دریافت کنید. این بخش مهمی از ایمان مسیحیه و برای آرامی دادن به ما طراحی شده تا یک بار دیگه به ما این اطمینان رو بده که خدا ما رو بخشیده، تا اینکه ما رو در ایمانمون تقویت کنه، تا منتظر شام آسمانی در آینده باشیم که روزی در آسمان با او خواهیم خورد. عیسی گفته دیگر از محصول تاک نخواهد نوشید تا زمانی که دوباره در پادشاهی پدرش با ما بنوشد. این چیزیه که ما منتظرش هستیم. جشن آسمانی در زندگی ابدی با عیسی. چقدر با شکوهه. هر بار که در شام خداوند شرکت میکنید به این فکر کنید. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه‌های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.